طی روزهای گذشته سازمان دامپزشکی کشور در اطلاعیه‌هایی نسبت به شیوع بیماری تب کریمه کنگو یا همان تب خونریزی دهنده هشدار داده است. روز گذشته نیز محمد آقا میری رئیس این سازمان با حضور در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی درباره این بیماری ارائه کرد. افزایش هشدارهای سازمان دامپزشکی کشور و اختصاص بخشی از یک برنامه تلویزیونی به بیماری تب کریمه کنگو نشان از شدت خطر این بیماری برای سلامت انسان دارد. آخرین آمارها نشان می‌دهد تا به امروز تعداد مبتلایان به بیماری تب کریمه کنگو به 9 نفر رسیده و یک مورد مرگ نیز گزارش شده است. به گفته کارشناسان، کنترل این بیماری کار سختی نیست و کافی است مردم را نسبت به راه‌های انتقال و نشانه‌های آن آگاه کرد تا ابتلا و مرگ را به حداقل رساند. مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در توضیح بیماری تب کریمه کنگو به اقتصاد آنلاین گفت این بیماری مشترک بین انسان و دام است، یعنی دام آلوده به ویروس قادر به آلوده کردن انسان است، اما بیماری فاقد هر گونه علائم بالینی در دام‌های علفخوار است. عمده راه‌های انتقال این بیماری به انسان از طریق گزش کنه آلوده، له کردن کنه آلوده با دست و تماس مستقیم با لاشه و هر گونه ترشحات دام آلوده و انسان مبتلا و همچنین قرار گرفتن در معرض تنفس افراد مبتلا است. از بارزترین علامت‌های بیماری در انسان نیز تب ناگهانی، بدن درد، کوفتگی، ضعف، سردرد، درد شدید عضلات، بی‌اشتهایی، درد پشت حدقه چشم، ترس از نور، تهوع، استفراغ، گلو درد و دل درد است. علاوه بر آنها، تغییرات خلقی مثل بیقراری و افسردگی از دیگر نشانه‌های ابتلا به این تب مرگبار است. خونریزی شدید و کنترل نشده در این بیماری از روز 3 تا 6 شروع می‌شود که دلیل اصلی نامگذاری این بیماری به تب خونریزی دهنده است. دوره کمون این بیماری برای انسان در صورت گزش کنه 1 تا 3 روز و در بعضی موارد تا 9 روز گزارش شده است. و در صورت تماس با خون یا گوشت آلوده دوره کمون به 5 تا 13 روز افزایش پیدا می کند. در حال حاضر هیچ درمان یا واکسنی برای تب کریمه کنگو وجود ندارد و تنها راه درمان مدیریت علائم بیماری است. بر اساس اطلاعیه سازمان دامپزشکی کشور پیشگیری از این بیماری آسان اما نیازمند توجه است. حذف کنه ناقل بیماری از طریق سمپاشی و حمام دادن دامها و سمپاشی و ضد عفونی نمودن اماکن دامی طبق نظر دامپزشکی، خودداری از له کردن کنه، خودداری از تماس قشرهای مخاطی بدن نظیر چشم و دهان با ترشحات و خون دام آلوده، خودداری از کشتار دام در محل‌های غیر مجاز، تهیه گوشت مورد نیاز از محل‌های مطمئن و تحت نظارت دامپزشکی و نگهداری گوشت تازه دام به صورت کامل به مدت 24 ساعت در دمای 2 تا 4 درجه سانتیگراد، استفاده از روش‌های حفاظت شخصی در تماس با ترشحات و خون حیوان مانند پوشیدن دستکش، لباس بلند، چکمه، ماسک و عینک از راه‌های پیشگیری بیماری است. باید توجه داشت ویروس در برابر حرارت حساس است، لذا پختن گوشت باعث از بین رفتن ویروس می شود. سازمان دامپزشکی توصیه اکید دارد که برای جلوگیری از انتقال بیماری از خوردن جگر خام و نیم پخته اجتناب شود. همچنین در صورت ایجاد هر گونه زخم یا جراحت در حین کشتار و با بروز علائم بیماری سریعا به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه شود.